به مرور زمان افراد گونه بونوبو خودشون، اون افرادی که خشونت بیشتری دارن که خب به کارشون نمیاد، ترد میکنن از گروه. در نهایت نسل به نسل ویژگی رفتار اجتماعی تشدید میشه و گونه بونوبوی اهلی شده به مرور زمان به وجود میاد، به این ترتیب که بونوبوها خودشون رو اهلی کردن از طریق حذف افراد خشن، مثل همون دوتا موردی دیگه که بررسی کردیم. منتها توی اون دوتا مورد این انسان بوده که با حذف افراد خشن باعث اهلی شدن روباهای ولایت و سرکار شده، اینجا بونوبوها خودشون رو اهلی کردن، خودشون اومدن افراد ضد اجتماعی رو از گروه حذف کردن. سلام، وقت همگیتون بخیر. مرسی که امروز تشریف آوردین، این فرصت رو به من دادین در مورد یکی از موضوعی که برای خودم خیلی جالبه با شما هم صحبت بکنم. موضوع من نئاندرتال اهلی شده است. چندین هزار سال پیش وقتی که اجداد ما برای اولین بار دست به انتخاب اون دسته از گورکای زدن که خشونت کمتری داشتن، اون موقع احتمالاً حتی فکرش رو هم نمی‌کردن که دارن یک پروژه‌ای رو شروع می‌کنن که قراره توسط فرزندانشون هم ادامه پیدا بکنه و در نهایت باعث بشه ما امروز گونه‌ای رو داشته باشیم اهلی شده به اسم سگ اهلی. به همین ترتیب وقتی که اجداد ما دست به انتخاب گرگ‌هایی با خشونت کمتر زدن از طریق حذف گرگ‌هایی که خشونت بیشتر داشتن، حالا که میگم حذف به این معنی نیستش که اجداد ما میافتادن دنبال گرگ‌ها اونایی که خشن‌تر بودن رو میکشتن، همین که بهشون امکان تولید بس ندن همین باعث میشه که نتونن ژن‌هاشون رو منتقل بکنن، در نتیجه نسل به نسل به مرور زمان ژن‌هاشون کم رنگ‌تر میشه و دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. سگ‌ها نسبت به گرگ‌ها علاوه بر این که به خاطر اینکه اهلی شدن خشونت کمتری دارن، استرس کمتری دارن، رفتار تهاجمی کمتری رو در ارتباط با انسان نشون میدن، یه سری ویژگی‌های ساختاری متفاوت هم دارن. همونطور که می‌بینید مغز سگ‌ها نسبت به گرگ‌ها کوچیک‌تر شد، به واسطه اون جمجمه‌شون هم کوچیک‌تر شد. ارتفاع دندوناشون کوتاه شده، جستشون کوچیک شده، همطور که تو این عکس میبینین دومشون هم کوتاه شده، بعد حالتی پیش خورده پیدا کرد. به لحاظ هورمونی یه سری تغییرات پیدا کردن، تستوسترونشون کاهش پیدا کرده، کنارش سرتونین که ما به عنوان هورمون شادی میشناسیم افزایش پیدا کرده، اکسیتوسینشون هم بیشتر شده. فعالیت سیستم HPA، هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنالشون هم کاهش پیدا کرد. اینکه سگ‌ها نسبت به گرگ‌ها رفتار تهاجمی کمتر دارن برای ما منطقیه، قابل پیش بینیه. اما اینکه چرا ویژگی‌های ساختاری متفاوت دارن؟ مگه سگ‌ها همون گرگ‌های اهلی شده نیستن؟ در سال 1868 چارلز داروین توی کتاب خودش The Variation of Animals and Plants Under Domestication یک فرض خیلی مهم رو بیان میکنه. با مطالعه روی حیوانات اهلی که حالا خصوصا داروین روی پستانداران اهلی کار کرده بود، به این ترتیب که داروین این حدس رو داشت، این فرض رو داشت که حیواناتی که اهلی شدن در کنار اینکه خشونتشون کاهش پیدا کرده، یه سری ویژگی‌های ظاهری مشترک هم بین همشون دیده میشه. به 10 تا از مهمتریناش اشاره کرده. مثلا همون چیزی که توی سگ‌ها دیدیم، اندازه مغزشون کاهش پیدا می‌کنه، جمجمه‌شون کاهش پیدا می‌کنه، جستشون کوچیک‌تر میشه، گوش‌هاشون کوچیک‌تر میشه، حالت آویزون پیدا می‌کنه. همطور که در مورد سگ‌ها هم بررسی کردیم، یه سری هورمون‌هاشون سطحش میاد پایین، یه سری‌هاشون میره بالا، فعالیت سیستم HPA که هم مرتبط با استرسه، اون هم کاهش پیدا می‌کنه. همچنین داروین معتقد بود اغلب گونه‌هایی که اهلی شدن نئوتنی توشون دیده میشه. نئوتنی یک ویژگیه که افرادی که اهلی شدن با وجود اینکه بالغ میشن، بزرگ میشن، اما همچنان ویژگی ظاهری اجداد افراد نابالغ رو حفظ میکنن. همون چیزی که ما به زبان عامیانه بهش میگیم بیبی فیس. بنابراین
یک فرضی مطرح میشه تحت عنوان سندروم اهلی شدن. یعنی ما میتونیم شاید به جای اهلی شدن از سندروم اهلی شدن حرف بزنیم. همطور که از اسم سندروم توی زبان فارسی مشخصه، نشانگان، سندروم یک مجموعه از نشانه هاست، یک آمیخته ای از نشانه هاست که ما وقتی در مورد اهلی سازی بررسیش میکنیم منظور اون یه سری ویژگی های رفتاری در کنارش یه سری ویژگی های ظاهریه. پس این فرض مطرح میشه که ممکنه انتخاب افراد در طی فرآیند اهلی شدن صرفاً بر اساس ویژگی‌های رفتاری منجر به وجود اومدن یه سری تغییرات ساختاری توی گونه‌های اهلی شده هم بشه. که حالا اینکه چطور این اتفاق میفته در موردش صحبت می‌کنیم. توی دهه 50 میلادی یک ژنتیکدان روسی به اسم دیمیتری بلایف به همراه گروهش یه سری آزمایشات رو روی یه سری روباهای نقره‌ای انجام دادن. به این ترتیب که از بین اون روباهایی که تو اون پژوهشگاه وجود داشت، اونایی رو که خشونت کمتری داشتن، در ارتباط با انسان استرس کمتری از خودشون نشون میدادن، اینا رو انتخاب میکردن. فیلمشو یکم بعد گذاشتم، خیلی جالب اینا رو نشون میده که افرادی که تو این پژوهشگاه کار میکردن، یه سری دستکش شبیه بالشه که میپوشیدنش واسه اینکه حالا اگه گاز گرفت آسیب نبینن. دستشون رو میکردن داخل قفس روباها. اون روباهایی رو که استرس کمتری داشتن، رفتار تهاجمی کمتری از خودشون نشون میدادن، بیشتر میتونستن نزدیک شدن انسان به خودشون رو تحمل بکنن، اینا رو انتخاب کردن، جدای از بقیه ازشون نگهداری کردن. این روباها با همدیگه جفتگیری میکنن، تولید مثل میکنن، نسل بعد رو به وجود میارن. بعد پژوهشگرها دوباره میان همین روند انتخابی رو، همین زادگیری انتخابی بر اساس خشم کمتر رو روی نسل بعد هم اعمال میکنن. اینطوری میشه که بعد از فقط و فقط 50 سال بلایف و گروهش شاهد تغییر رفتار که خب چیز منطقی بود، قبلا توی سکا هم دیده بودیم، در کنارش تغییر ساختار توی 70% از روباها نسبت به اجداد خودشون شدن. به این ترتیب که روباهایی که به وجود اومده بودن مثل چیزی که توی سکا دیدیم، مغز کوچیکتری دارن، جمجمه کوچیکتری دارن، دماشون کوتاه شده، حالتی پیشخورده پیدا کرده، یه سری الگوهای رنگی پیدا کردن، مثلا روی پیشونیشون یه سری لکه‌های سفید افتاد. به لحاظ هورمونی هم تغییر کردن، سرتونینشون زیاد شد، تستوسترونشون کم شد، اکسیتوسینشون زیاد شد. به لحاظ رفتاری هم خب چیز قابل پیشبینی بود برای ما که تغییر کردن، شبیه به سگ‌ها رفتار می‌کردن. شاید براتون جالب باشه که حتی نسبت به صدا کردن اسم خودشون هم حساس شده بودن و پارس میکردن. فکر میکنم اینجا من یه فیلم گذاشتم که همین روند رو توضیح میده. Belayev selected foxes by a simple method. He extended a gloved hand into each animal's cage. The foxes that attacked, cowered or bit him were excluded from breeding. But those that showed tolerance or curiosity were mated together. In effect, Belayev was selecting the foxes for their flight distance. The subsequent results were staggering. The new generations of foxes were transformed not just in behavior, but in their appearance. Within just 10 years, the selected foxes showed new variety in their color. Some were born with mottled coats or black and white patches. Their ears became floppy. They started to bark, vocalize. They became highly playful even into adulthood and were no longer afraid of people. Some of the foxes even began to answer to their names. Belayev had stumbled across the discovery that selecting for the quality of tameness alone could set off a cascade of other changes. We can still see evidence of this looked and behaved like dogs. His experiment suggested that the transformation of the wild wolf into the dog could have happened in the blink of an evolutionary eye. The stage was set for the development of the dog into the incredible variety we have today. بله.
اینطوری میشه که این فرض رو ما میتونیم اثبات بکنیم که انتخاب صرفاً بر اساس ویژگی‌های رفتاری باعث به وجود اومدن یه سری تغییرات ساختاری هم میشه که این رو از طریق حذف افراد خشن‌تر توسط پژوهشگرا انجام دادن. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب چجوری؟ ما فهمیدیم یه سری ویژگی‌های رفتاری الان داریم که در کنارش ویژگی‌های ظاهری هم به وجود اومدن. اینکه چطوری میشه این ویژگی‌های رفتاری همزمان با اون ویژگی‌های ساختاری به نسل‌های بعد منتقل میشه و رفته رفته تشدید میشه این ویژگی‌ها؟ جوابش برمیگرده به مراحل تکوین جنینی، به یه بخشی از جنین به اسم نورال کرست. سلول‌های ستیق عصبی یا همون نورال کرست‌ها سلول‌هایی هستن که توی بدن جنین، توی بازه‌های زمانی قراره که مهاجرت بکنن به قسمت‌های مختلف، اونجا تمایز پیدا بکنن به سری یاخته‌ها. مثلا تمایز پیدا کنن به ملانوسیت‌ها. ملانوسیت‌ها یاخته‌هایی هستن که رنگدانی ملانین تولید می‌کنن. تمایز پیدا بکنن به یاخته‌های استخوانی یا گزروفی، چربی، ماهیچه. بنابراین وقتی که این یاخته‌ها دچار یه سری تغییرات بشن، به واسطه همین ما انتظار داریم اون یاخته و بافت هدف هم دچار یه سری تغییرات بشه. تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که افرادی که اهلی شدن نسبت به اجداد اهلی نشده شون یه سری تغییرات توی این یاخته های نورال کرست یا همون ستیق عصبی به وجود اومده، به این ترتیب که یا تعدادشون کاهش پیدا کرده یا مهاجرتشون، یه مقایم هر دوشون. بنابراین اون یاخته های هدف، اون بافت هدفی که قرار بود از تمایز یاخته های ملانوسیت به وجود بیاد هم اون اندام حجمش کاهش پیدا کرده، تعداد یاخته هاش کاهش پیدا کرده، فعالیت اون اندام کمتر شده. همین باعث میشه که وقتی ملانوسیت ها کمتر بشن رنگدانه ملانین کمتری هم تولید بشه، اون فرد که اهلی شده روی سری از قسمت های پوستش دپیگمنتیشن به وجود بیاد، یعنی دچار رنگ پریدگی بشه، همون چیزی که ما توی پنجه های گربه ها میبینیم یا لکه سفیدی که روی پیشونی یه سری از حیوانات اهلی شده وجود داره مثل اسب، گاو. به واسطه همین تغییر اون یاخته هایی که قرار بوده یاخته های نورال کرستی که قرار بوده تبدیل بشن به یاخته های گزروفی یا استخوانی، اگه اینا تعدادشون کمتر بشه یا مهاجرتشون کمتر بشه استخونه کمتری هم به وجود میاد، در نتیجه جثه کوچیک میشه، جمجمه کوچیک میشه. یا گزروف وقتی کمتر بشه باعث میشه که گوشه حالت آویزون پیدا بکنن. همچنین یاخته های چربی و گزروف اگه کاهش پیدا بکنه باعث به وجود اومدن حالت نئوتنی میشه که قبلا توی تاروین توضیحش دادم. توی فرآیند اهلی سازی با انتخاب اون افرادی که استرس کمتری دارن، در واقع بدون اینکه خودمون متوجه بشیم داریم افرادی رو انتخاب میکنیم که گده فوق کلیه کوچیکتری هم دارن، چون هورمون استرس اون کمتره، به واسطه اون اندامی هم که اینا رو تولید میکنه کوچیکتره. خود این گده فوق کلیه حاصل تمایز همون سلولهای نورال کرستیه که راجبش صحبت کردم. بنابراین خشونت کمتر، تستوسترون کمتر، گده فوق کلیه کوچیکتر، نورال کرست، یاخته های نورال کرست کوچیک، تعدادشون کمتر یا اونایی که مهاجرتشون کمتر اتفاق میفته. مطمئن ما میدونیم از اسلاید قبل دیدیم که یاخته های ستیق عصبی صرفاً منشأ گده فوق کلیه نیستن. اینا تمایز پیدا میکنن به استخون، به گزروف، به ماهیچه، به بافت چربی. بنابراین وقتی تعداد اینا کمتر میشه یا مهاجرتشون کاهش پیدا میکنه، یاخته های هدف دیگه هم تحت تاثیر قرار می گیرن. اینطوری میشه که یه سری از ویژگی های ظاهری که در موردشون صحبت کردیم همگی با هم انتخاب میشن، به نسل بعد منتقل میشن. اینطوریه که متوجه میشیم چجوریه که انتخاب صرفاً بر اساس رفتار، انتخاب صرفاً بر اساس اینکه ما میایم افراد خشن رو از طریق گرفتن فرصت تولید مثلی ازشون حذف میکنیم، باعث میشه که یه سری ویژگی های ظاهری توی اکثر گونه های اهلی شده به صورت مشترک دیده بشه. یه سری پژوهش هم انجام دادن که به لحاظ ژنتیکی هم اهلی سازی رو بررسی کردن، دیدن که یه سری از ژن ها بیشتر مطرحن توی این سندروم اهلی شدن، که حالا مهمترینشون هم ژنیه که اینجا آوردن، BAZ1B. اما همین قضیه سندروم اهلی شدن چه بونوبوها شامپانزه ها دو تا از نزدیکترین
پسرعموهای تکاملی ما هم دیده میشه. همونطور که گفتم این دوتا گونه از نزدیکترین پسرعموهای تکاملی ما هستن که جفتشون توی آفریقای مرکزی زندگی میکنن، جفتشون به صورت اجتماعی توی دستگروه های 200 نفره. نظام اجتماعی هم که بین افرادشون حاکمه یک نظام اجتماعی سلسله مراتبیه. اما تفاوتهایی که این دوتا گونه با هم دیگه دارن، توی نظام اجتماعی که شامپانزه ها دارن، اون نظام سلسله مراتبیشون، شامپانزه های نر تو رتبه های بالاترن، اما توی بونوبا ها این ماده هان که تو رتبه های بالاترن. خشونت بین افراد گونه شامپانزه خیلی زیاد دیده میشه، مخصوصا این خشونت از سمت افراد نر، شامپانزه های نر به شامپانزه های ماده خیلی زیاده. همین باعث میشه که شامپانزه های ماده خیلی زیاد بترسن از شامپانزه های نر، چون اونا مدام دنبال ماده ها میکنن، شروع کنن کتک زدنشون با مشت، لگد، حتی این موقعی با چوب میفتن دنبالش. در مقابل این رفتار توی گونه بونوبو ما همچین چیزی رو نمیبینیم. ارتباط بین افراد خیلی دوستانه و صمیمیه. حتی این رفتار دوستانه بین افراد نر و ماده هم هست و اجبار جنسی بینشون دیده نمیشه. و اما یه رفتار خیلی مهم که توی گونه شامپانزه وجود داره، رفتار بچه کشیه. به این ترتیب که شامپانزه های نر وقتی مطمئن میشن که یه بچه شامپانزه مال خودشون نیست، میفتن دنبال اون بچه شامپانزه، انقدر میزننش تا بالاخره بکشنش. در مقابل این رفتار در بین افراد گونه بونوبو، رفتار افراد بالغ و بزرگسال با بچه‌ها خیلی خوبه. حتی شامپانزه های نه با همه بچه‌ها بازی میکنن، اصلا براشون مهم نیستش که بچه خودشونه یا بچه یه بونوبوی نره دیگه است. ببخشید. در کنار این، همه افراد نر توی گونه بونوبو با هم دیگه بچه ها رو بزرگ میکنن به صورت گروهی. بنابراین چیزی که خیلی زیاد میبینیم، رفتاری که خیلی مشهوده بین افراد گونه بونوبو، رفتار دوستانه بیشتره. توی افراد گونه شامپانزه خشونت زیاده. این از بررسی تفاوت‌های رفتاریشون. اما اینا یه سری تفاوت‌های ساختاری هم دارن. همطور که توی عکس مشخصه، بونوبوها نسبت به شامپانزه ها مغز کوچیکتری دارن. کلا جثه بونوبوها نسبت به شامپانزه ها کوچیکتره. به خاطر همین فکشون هم کوتاه‌تره. جثه‌شون کوچیک‌تره، استخوناشون نازک‌تر شده، دندوناشون ارتفاعش کاهش پیدا کرده. سطح یه سری از هورمون‌هاشون مثل تستوسترون کاهش پیدا کرده، سرتونین و اکسیتوسینشون هم بیشتر شد. ظاهر بونوباها یه جوریه که مثل بچه شامپانزه ها میمونن. حتی ماجرای کشف گونه بونوبا هم برمیگرده به همین ویژگی ظاهری شامپانزه گونه افراد بونوبو. اینطوری بوده که تا قبل سال 1928 هیچ خبری از گونه بونوبو نبوده و همه شامپانزه بونوبوها میگفتن بونوبو شامپانزه. اما تو این سال یک فردی به اسم هارولد کولیش در طی بررسی‌هایی که داشته روی یک جمجمه انجام میداده که به اشتباه بهش گفته بودن این جمجمه مال یه شامپانزه نابالغه، میاد بررسی میکنه، میبینه که صفحات و استخوانی تکمیل شدن، پس میبایستی که این جمجمه برای یک فرد بالغ بوده باشه. بازم تحقیقات بیشتر انجام میشه که در نهایت منجر به کشف گونه بونوبو میشه. همونطور که دیدیم از بررسی تفاوت‌های ساختاری بین شامپانزه و بونوبو، در کنارش رفتاری که گفتیم خشونت توی شامپانزه خیلی زیاده، توی بونوبوها رفتار اجتماعی خیلی زیاد دیده میشه، به همراه یه سری تفاوت‌های ظاهری که مشابهش رو توی روباهای بلایف و سگ‌های اهلی شده دیدیم، الان دیگه متوجه هستیم که یک بار دیگه شاهد نشانه‌های سندرم اهلی شدن هست. میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که حواسمون باشه شامپانزه ها جد بونوبا ها نیستن. ما اینطوری میتونیم بگیم که بونوبا ها شامپانزه اهلی شدن، به این معنی که اگر یک کسی، مثلا شما همون بلایف رو حساب بکنید، اگر میومد شامپانزه ها رو اهلی میکرد، یه گونهی به وجود میومد شبیه به بونوبا، مثل کاری که بلایف کرد. یعنی با اهلی کردن روباها یه گونه‌ای رو به وجود آورد شبیه به سگ. روباه سگ نشده، ویژگی‌های سگ رو پیدا کرده. اما بونوباها چجوری اهلی شدن؟
ما توی سگ‌های اهلی شده و روباهای بلایف دیدیم که این انسان بوده که با زادگیری انتخابی این افراد باعث شده که به مرور زمان درصد افرادی که خشن‌تر بودن کمتر بشه و در نهایت گونه‌های اهلی شده به وجود بیان که هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ رفتاری با اجداد خودشون متفاوت بودن. اما در مورد بونوباها چی؟ در مورد بونوباها که انسانی وجود نداشته که اونا رو اهلی بکنه. چه کسی اونا رو اهلی کرده؟ ما نیاز به یه سناریو جدید داریم نسبت به اون دو تا گونه‌ای که قبلا بررسی کردیم. همونطور که گفتم جفت این گونه‌ها توی آفریقای مرکزی زندگی می‌کنن. منتها شامپانزه‌ها سمت غرب رود کنگو، بونوباها سمت شرق رود کنگو. منابع غذایی تو جایی که شامپانزه‌ها زندگی می‌کنن به اندازه کافی وجود نداره. در نتیجه شامپانزه‌ها مدام در حال رقابت با هم دیگه‌ان که بتونن غذای بیشتر و بهتری رو به دست بیارن. اما سمتی که بونوباها هستن مواد غذایی به اندازه کافی هست. اینا زیاد با هم دیگه رقابت نمی‌کنن، حتی یه موقع‌هایی هم که غذا پیدا می‌کنن میارن با بقیه اعضای گروه تقسیمشون می‌کنن. یه مشکل دیگه‌ای هم که شامپانزه‌ها دارن حضور گوریلاست. گوریلا هم کنار شامپانزه‌ها زندگی می‌کنن، بنابراین افراد گونه شامپانزه علاوه بر اینکه باید با خودشون افراد گونه خودشون در رقابت باشن، باید با گوریل ها هم در رقابت باشن که بتونن غذای بیشتر و بهتری رو به دست بیارن. همین تفاوت ویژگی ها توی مناطقی که زندگی میکنن باعث شده چیزی که مزیت محسوب میشه توی شامپانزه ها خشونت بیشتر باشه، اون چیزی که مزیت محسوب میشه در بین افراد بونوبو رفتار اجتماعی بیشتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون شامپانزه‌هایی که بیشتر گلدوری می‌کردن، خشونت بیشتری داشتن، زور و بازوی بیشتری داشتن، می‌تونستن غذا رو از دست بقیه شامپانزه‌ها بگیرن. ولی در بین افراد بونوبو این اصلا نیازی نبوده. منابع غذایی به اندازه کافی بوده که نخوان با هم دیگه رقابت بکنن. عوضش اتحادهایی رو تشکیل می‌دادن که در کنار هم دیگه کاری رو مثل بچه بزرگ کردن انجام بدن. اینطوری میشه بونوبوهایی که هیکل کوچیک‌تر دارن، استخون‌های کاهش یافته دارن، ماهیچه‌های کمتر دارن، حتی مغز کوچیک‌تر دارن، ولی توانایی تشکیل اتحاد دارن، برتری پیدا می‌کنن نسبت به بونوباهای گلدور پرگذرت و ضد اجتماعی. به مرور زمان، افراد گونه بونوبو خودشون اون افرادی که خشونت بیشتری دارن که خب به کارشون نمیاد، ترد می‌کنن از گروه. در نهایت نسل به نسل ویژگی رفتار اجتماعی تشدید میشه و گونه بونوبوی اهلی شده به مرور زمان به وجود میاد، به این ترتیب که بونوبوها خودشون رو اهلی کردن از طریق حذف افراد خشن، مثل همون دوتا مورد دیگه که بررسی کردیم. منتها توی اون دوتا مورد این انسان بوده که با حذف افراد خشن باعث اهلی شدن روباهای بلایف و سرکا شده، اینجا بونوباها خودشون رو اهلی کردن، خودشون اومدن افراد ضد اجتماعی رو از گروه حذف کردن، ترد کردن. اما بونوباها تنها گونه‌ای نیستن که دچار خود اهلی سازی شدن. این اتفاق توی ابعاد بزرگتر هم اتفاق افتاده، حتی برای گونه خود ما انسان هوموسیپینس. ما برای مقایسه انسان هوموسیپینس با اجدادش، خب روشای وقتی بخوایم این کار انجام بدیم، یه راه حلی که خب ما بدونیم اجدادش منقرض شده، نمونه زنده بخوایم میشه همون شامپانزه و بونوباها که خب خیلی با انسان متفاوتن. برای که ما بخوایم بررسیش بکنیم میمونه نئاندرتال ها. شواهد فسیلی خوبی از نئاندرتال ها وجود داره. ما میدونیم نئاندرتال ها اجداد هوموسیپینس نیستن، ولی به عنوان یه پسرعموی تکاملی انسان ما ازش استفاده کردیم برای بررسی تغییراتی که هوموسیپینس در طول زمان دچارش شده. همونطور که میبینید انسان هم مثل اون سه تا گونه دیگه‌ای که بررسی کردیم، مغزش کوچیک‌تر شده، جمجمه‌اش کوچیک‌تر شده، فکش کوتاه‌تر شده. میزان یه سری از هورموناش مثل تستوسترونش کاهش پیدا کرده، سرتونینش بیشتر شده، به خاطر همین که اصلا چهره‌اش هم گردتر شده و فعالیت سیستم اشبیه که کاهش پیدا کرده. یه سری از این شواهد رو مثل کاهش پیدا کردن حجم جمجمه رو خیلی ساده به نظر میاد که میشه از روی شواهد فسیلی به دست آورد. دو تا جمجمه رو میذارن کنار هم، اندازه‌هاشون رو بررسی میکنن، یا اندازه دندونا. اما در رابطه با تستوسترون چی؟ شواهد فسیلی چجوری میتونن به ما نشون بدن که میزان تستوسترون انسان هوموسیپینس نسبت به اجداد خودش کاهش پیدا کرد؟
من میخوام یه خواهشی بکنم ازتون. لطف کنید دستاتون رو بیارید بالا. نگاه کنید، حالا دست راست هم کافیه. نگاه کنید ببینید انگشت اشارتون بلندتره یا انگشت حلقتون. یه خواهش دیگه هم بکنم. اونایی که فکر میکنن انگشت اشارهشون بلندتره، لطف کنن دستاشون رو ببرن بالا. انگشت اشاره دست راستشون نسبت به انگشت حلقه. یادم رفت بگم. خب یه به دور و بریاتون که نگاه بکنید ببینید که اغلب خانوما هستن که انگشت اشاره بلندتری نسبت به انگشت حلقه دارن. حالا لطف کنن کسی که انگشت حلقشون بلندتره دستشون رو ببرن بالا. بیشتر آقایون هستن. من اسلایدمو نیاز دارم. تحقیقاتی انجام شده که ارتباط بین نسبت اندازه انگشت اشاره به حلقه رو بررسی کردن با میزان تستوسترونی که افراد توی دوره جنینی در معرضش قرار میگیرن. به این ترتیب که هر چقدر تستوسترون بیشتر میشه این نسبت کاهش پیدا میکنه. به خاطر همینه که خانوما عموما انگشت اشاره بلندتر دارن، آقایون انگشت حلقه بلندتر دارن. این نسبت انقدر نسبت مهمیه، خیلی ها روش کار کردن، ارتباطشو با خیلی چیزا سنجیدن. شاید براتون جالب باشه که حتی با انواعی از اختلالات روانی، بیماری‌های روانی سنجیدن، مثل ADHD، بایپولار، اختلالات خوردن، احتمال ابتلا به انواعی از سرطان. و یه نکته دیگه هم که هست، حتی اومدن این ارتباطه رو با پولیگامی یا مونیگامی بودن انسان و اجدادش بررسی کردن. به این ترتیب که هر چقدر به سمت جلو میایم، به سمت گونه انسان هوموسیپینس نزدیک میشیم، تستوسترون کاهش پیدا میکنه. از کجا فهمیدن؟ از طریق همون کاهش پیدا کردن این نسبته. تستوسترون کاهش پیدا میکنه و گونه ها به سمت مونوگامی پیش میرن. قبل ترها بیشتر پولیگامی بودن، رفته رفته به سمت مونوگامی پیش میرن که ما امروز گونه انسان هوموسیپینس رو داریم که یه حد واسطی از پولیگامی و مونوگامی. اینم بگم الان یادم اومد که این نسبت رو حتی با اولین سن پریود خانم ها هم بررسی کردن و از طریقش یه سری ارتباطات معنادار به دست آوردن. بنابراین از مقایسه بین ویژگی های ساختاری بین گونه انسان امروزی، انسان هوموسیپینس با نئاندرتال، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که انسان هم انگار اهلی شده. مکانیسم اهلی شدن رو توی ستای قبلی که بررسی کردیم، توی روباهای بلایف، توی سگهای اهلی شده، توی بونوباها دیدیم یک فرمول ثابت داره، اونم حذف افراد خشن. توی گونه انسان هم ما انتظارمون همینه که افراد خشن از گروه حذف بشن. حالا چه جوری؟ مثل همون سناریویی که توی بونوباها مطرح شد. انسان ها مثل بونوباها خودشون رو اهلی کردن. به این ترتیب که در طول زمان با تشکیل اجتماعات، ارتباطاتشون که پیچیده تر می شده، افراد خشن دیگه به کار نمی اومدن. کسی که میخواسته با گلدوری کارش رو پیش ببره از سمت بقیه اعضای گروه طرد می شده. و به این ترتیب در طی چندین نسل افرادی به وجود میان اهلی شده که به لحاظ ظاهری و رفتاری با اجداد خودشون متفاوت. یه سندروم خیلی جالبی هم وجود داره به اسم سندروم ویلیامز. افرادی که دچار این سندروم هستن دچار یک نوع هایپر دامستیکیشن میشن، فرا اهلی سازی. این افراد دچار یک اختلال ژنتیکی هستن که ژنی رو تحت تاثیر قرار میده که ما قبلا توی بررسی ژنتیکی توی اهلی شدن بررسی کردیم، همون BAZ1B. به خاطر همینه که این افراد نشانه های اهلی شدگی رو بیشتر از بقیه افراد نشون میدن، یه ظاهر عرف مانند به خودشون میگیرن. بینیشون کوچیکتر میشه، گونه ها برجسته تر میشن، اندازه مغز کوچیکتر میشه، یعنی بیشتر کاهش پیدا میکنه، جسه کوچیکتری دارن به طور کلی، چشهاشون کشیده تره، دندوناشون هم کوتاه‌تر. ما چیزی که از داروینیسم به یاد داریم اینه که داروین میگه در طول زمان اون گونه هایی باقی میمونن و میتونن بقا پیدا بکنن که سازگارتر باشن. همون چیزیه که ما با اسم بقای اسلحه میشناسیم.
survival of the fittest. تقریبا میشه مطمئن بود که برای اجداد ما مهربون تر بودن و اجتماعی تر بودن و توجه به منافع جمعی بوده که توی اولویت بوده. اما یه موقع‌هایی افراد دچار یه اشتباهی میشن، فکر میکنن که همیشه این ویژگی خشن‌تر بودن، عصبانی‌تر بودن، زور بازوی بیشتری داشتنه که برتری محسوب میشه و باعث میشه که افراد بقا پیدا بکنن بر اساس داشتن اون صفت سازگارتر. توی سری از گونه‌ها اینطوری هست، مثل شامپانزه که ما بررسیش کردیم. دیدیم اون افرادی که خشونت بیشتری دارن، بیشتر میتونن مواد غذایی به دست بیارن، در نتیجه بیشتر احتمالاً زنده میمونن، بیشتر ژن‌های خودشون رو منتقل میکنن، در نتیجه مزیت محسوب شده. اما ما با بررسی‌هایی که کردیم فهمیدیم که این اتفاق حداقل توی انسان اتفاق نیفتاده. باعث خوشحالیه که ما از نوادگان اون اجدادهایی هستیم که توش داشتن رابطه دوستانه، داشتن خشونت کمتر بوده که مزیت محسوب می‌شده. اما همچنان هستن کسایی که فکر می‌کنن با خشونت بیشتر، با گلدوری بیشتر میتونن کار خودشون رو پیش ببرن، با همون شیوهی که نئاندرتال‌ها سالیان سال پیش میخواستن زنده بمونن ولی گونه ما انسان هوموسیپینز بهشون اجازه نداد، نسبت بهشون برتری پیدا کرد و اونا رو از بین بردن. مرسی از توجهتون، مرسی از نگاهتون.